من خدایی دارم که در این نزدیکی است، خوب، مهربان، زیبا. گاهگاهی سخنی میگوید با دل کوچکم. او مرا میبیند، او مرا میشنود، او همه درد مرا میداند. به نام خالق هستی بخش، به نام خدایی که مهربان ترین مهربانان هست. عزیزان همیشه همراه، سلام های ما را پذیرا باشین. سلام های من و همه همکارانم در برنامه روشنا تقدیم نگاه های پر از مهر و محبت شما عزیزان، شما هموطنان عزیزم. چی حال احوال دارین؟ امید دارم که در هر جایی که هستین جور و صحتمند و پیروز و موفق باشین. روایات زیاد نسبت به خانواده هست. خانواده یک نهاد مقدس که چقدر روایت در او گفته شده. گفته شده که بهترین شما کسانی هستند که نسبت به خانواده خودش مهربانتر باشن. عزیزان بیننده، موضوع امروز برنامه روشنا در روزهای سه شنبه، حتما شما عزیزان متوجه هستین که ما نسبت به خانواده و عواملهای بیرونی او صحبتهای زیادی داشتیم. بله، اما شما عزیزان و شما خانواده های محترم، بسیار علاقه من هستم که امروز هم بیننده برنامه باشین. چرا؟ به خاطر از اینکه ما عواملهای بیرونی زیادی در خانواده های خود ما داریم. صحبت‌های زیادی داشتیم نسبت به نقش دوستان و همسالان در نظام خانواده، نسبت به دخالت‌های اطرافیان، نسبت به خانواده و امروز هم نقش همکاران و شغل در نظام خانواده. صحبت‌های بسیار خوبی داریم که تقدیم شما عزیزان می‌کنیم. و اما شما خانواده‌های عزیز، پدرها و مادرهایی که شاغل هستند و همکارانی دارن در محیط کار خودشان، شما حتما امروز بیننده برنامه باشین که میخواییم بررسی کنیم و ببینیم که نقش آنها در نظام خانواده شما چگونه میتونه روی کرد داشته باشه. پس همراه ما باشین. زندگی موسیقی گنجشک هاست، زندگی باغ تماشای خداست. زندگی یعنی همین پرواز ها، صبح ها، لبخند ها، آواز ها. زندگی ذره کاهی است که کوهش کردیم، زندگی نام نیکویی است که خارش کردیم. زندگی نیست به جز نم نم باران بهار، زندگی نیست به جز دیدن یار. زندگی نیست به جز عشق و جز حرف محبت به کسی، ورنه هر خار و خسی زندگی کرده بسی. زندگی تجربه تلخ فراوان دارد، دوست تا کوچه و پس کوچه و اندازه یک عمر بیابان دارد. ما چه کردیم و چی خواهیم کرد در این فرصت کم؟ بله. قبل از اینکه بیایم گفتگو را شروع کنیم نسبت به موضوع امروز برنامه ما، چند نکته را می‌خوایم برای شما عزیزان و شما هموطنان خوبم بگویم. یکی که نمبر واتساپی که برای شما اعلان می‌کنیم، بسیار خوش می‌شیم که از این طریق با ما در ارتباط باشین و به هر حال می‌تونین از این طریق سوالات خودتان را برای ما ارسال کنین، انتقادات و پیشنهادات و هر گپی که دارین می‌تونین از این طریق با ما در ارتباط باشین. مثبت 964 780 255 40 13 این نمبر واتساپی ما هست. و اما نکته دوم و اون هی است که برنامه روشنا از هفته آینده از ساعت 1 تا 2 به وقت کابل تقدیم شما عزیزان میشه. اگر که در این روزها و در هفته های قبل شما شاهد این برنامه بودین در ساعت 11 بجه، از هفته آینده از ساعت 1 تا 2
این برنامه تقدیم شما میشه. پس حتما برنامه ریزی بکنین و تایم برنامه را در ذهنتان داشته باشین و بیننده همیشگی برنامه خودتان باشین. اما خانم حسن‌زاده در استودیو هستند. سلام علیکم میکنیم خدمتشان و خوش آمدید میگیم. سلام خانم حسن‌زاده، خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه بینندگان محترمی که این برنامه رو میبینن. انشالله در هر کجا هستن جور و صحتمند باشن و روز خوب و خوشی رو برای ناآرزو دارم. زنده باشین، جان سپاس و تشکر. خب خانم حسن‌زاده، ما موضوعات عوامل بیرونی در نظام خانواده را صحبت هایی داشتیم، نقش همسالان و دوستان و دخالت هایی که در اطرافیان هست و بیرون از خانواده هست و حال در رابطه با میخواییم که شغل و همکاران. خب این مسائل درست است که زیادتر ارتباط میگیره به پدر خانواده، ولی خب ما شاهد هستیم که بانوان عزیز ما هم در جمع خانواده ها به مشاغل و به کار روی آوردن و کوشش کردن که در عصر امروز در جامعه حضور پیدا کنن و سهمی بگیرن از برحال جامعه و یک کمک و همکاری که نسبت به خانواده انجام میشه. خب میخوایم این مسائل ها را هم بررسی کنیم، ببینیم که اینا چه تأثیر در نظام خانواده ما داره. بله، همونطور که شما اشاره کردین، موضوع برنامه ما نظام خانواده و تأثیر عوامل بیرونی که بر خانواده بود. گفتیم که یک عواملی هستن که داخل هسته مرکزی خانواده نیستن ولی تأثیراتی رو برای خانواده میذارن. بله. باید اینها رو ما در نظر بگیریم و نکات مثبت اونها رو تقویت کنیم و نکات منفی اونها رو از زندگی حذف کنیم که خدای نکرده اثر نامطلوبی به زندگی خانوادگی ما نگذاره. همونطور که شما فرمودین، اولین موردی که بحث کردیم در جلسه اول دخالت اطرافیان بود که خارج از هسته خانواده بودن، حال شامل اقوام دور یا نزدیک میشد. و جلسه قبل هم نقش دوستان و همسالانی که ما در محیط دانشگاه یا مدرسه با اونها در ارتباط هستیم یا در مثلا دوستانی هستن که در جلسات اونها رو میبینیم و دوستانی که مثلا با مسافرت ها آشنا شدیم. بله بله. اینها رو ما مورد بررسی قرار دادیم که اینها از عواملی بودن که خارج از هسته مرکزی بودن. اما در این جلسه میخوایم نقش شغل رو بیان کنیم و همکاران رو. درسته که خارج از خانواده، ولی این شغل و همکارانی که در او کار با هم همکار هستیم و بله. کار میکنن، اینا میگم خیلی تاثیر دارن در خانواده. درسته از بیرون از خانواده هستن ولی تاثیر دارن، خیلی تاثیرگذار هستن در محیط خانواده، به حال مثلا به روی فرزندان باشه، همسر باشه یا به روی همون آداب رسوم خانواده میتونه بله. باشه و اینها تاثیرگذار هستن. خب اولین موردی که بررسی میکنیم تاثیر شغل رو میگیم. درست. بعدش تاثیر همکاران رو میگیم. شغل خودی همون کاریه که انسان دنبال میره برای تامین معاش زندگی خود. بله. خب همون معاشی که به دست میاره و زندگی خود رو میخواد از اون طریق بچرخانه. خب همین کاری که انسان انجام میده، با ما میگیم که فقط هدف انسان تامین معاش برای شغل نباشه. خیلی خوبه، ما در بسیاری از آموزه های اسلام داریم که مردی که از خانه برای کسب روزی خارج میشه مانند مردی است که در راه خدا جهاد میکنه. بله. خب ما خیلی آموزه های اسلام برای تامین معاش زندگی و خانواده داریم. ولی میگیم تنها وسیله معاش انسان نیه، بلکه چیزهای دیگه هم در این دخیله، چون شیوه زندگی خانوادگی فرد رو، شخصیت فرد رو، این شغل میتونه تحت تاثیر قرار بده. خود شغل یا همکارانی که در او هستن؟ اول خود شغل رو ما بررسی میکنیم، تاثیر خود شغل رو بر روی زندگی بررسی میکنیم. دومین مورد همکاران هست. همین شغلی که هست انسان داره، ما از لحاظ نوع شغلی که هست، خب ممکنه یک شغل آسان باشه، خب یک شغل سخت باشه و دشوار باشه. بله. خب این مطمئنن بر روی زندگی فرد تاثیرگذار هست. یا یک شغلی از درآمد کمی داره یا یک شغلی از درآمد زیادی داره، خب مطمئنن این رو میدانیم همه ما که به روی زندگی و فرزندان ما اینها تاثیرگذار هست. ولی یک لحاظ اقتصادی مؤثر است، از لحاظ اقتصادی مطرح هست یا از لحاظ ما در سخت و دشوار بودن، و از لحاظ آقای میره شغل سختی داره، مطمئنن رو خانواده تاثیر میده، چون از صبح تا شب زیر فشار هست. با خسته به خانه میایه، دیگه رسیدگی نمیتونه به خانواده خود کنه. ممکنه از نوع شغل هم
هم حتی تاثیرگذار باشه، هم بحث درآمدی مد نظر، هم خود او شغل مد نظر هست. و علاوه رشد شخصیتی هم میتونه باشه. گاهی وقتا بعضی از مشاغل یک رقم یا قسم است که مثلا پدر خانواده یا مادر خانواده کوشش میکنه بیشتر مثلا مطالعه داشته باشه، نویسندگی هست یا مسائل های مربوط از این میشه که بیشتر مطالعه کنه. خب این باز از راز رشد شخصیتی و روحی میتونه بر از این مؤثر باشه. اصلا شغل میتونه به تمام شغلان ما داریم بر شخصیت انسان بسیار تاثیرگذار هست. ما حتی داریم که بعضی از شغلها چنان تاثیرگذار هست که به روی روحی انسان میتونه شخصیت فرد رو بسازه. مثلا بعضی از شغلها هست احساساتی هست دلست. مثلا با احساسات کار مثلا سر کار داره. خب این فرد احساساتی مثل هنرمندان خب مطمئنا در خانواده او تاثیر داره. یا یک شغلی هست که فرد مثلا کاسب هست، خب لحاظ نحوه اجتماعی او از قوی تر باشه، تعاملات و گفتگو از او قوی تر باشه، بحث رقابت از او باید بیشتر باشه در خرید و فروش. خب این هم داخل خانه تاثیرگذار است. یا یک شغلی هست میتونیم بگیم یک نوع همدوستی داره، همنوعی داره، مثل معلمی. اینها هر کدوم از شغلها مطمئنا 100% روی شخصیت انسان تاثیرگذار هست و میتونه شخصیت فرد رو بسازه. خب مثلا زدنی واقعا باید تاثیرگذار باشه یا که مانع از این شویم؟ خب شانس یک خانواده پدر از او یک کار سخت است، یک کار بسیار سخت و طاقت فرسایی که امکان داره که جسمی و روحی او زیر فشار باشه. خب این حالی برد داخل یک خانواده هیچ زن اولاد از او چی گناه کرده؟ بسیار عالی، دقیقا شما همون مطلبی رو داریم مثلا به قول ما مغز کلام رو اشاره کردی. ما این رو میگاریم گفتیم که کار خیلی نقش داره. حتی میتونه به خانواده از انسان کمک کنه، حتی فقر زدایی از خانواده و بلندتر از او جامعه بکنه از انسان. این رو ما میدانیم، ولی یک چیز رو باید در نظر داشته باشیم. این دوتا سواله با توجه به نکته که شما فرمودین، ما کار میکنیم که زندگی کنیم یا زندگی میکنیم که کار کنیم؟ باید این دوتا سوال رو مد نظر خود ما قرار بدیم. بله. کسی که شغلی واقعا سنگینه، از صبح تا شب کار میکنه و باعث میشه برای تامین هزینه ها و مایحتاج خانواده خود کار کنه، خب این فقط تمام سعی خود گریشته که یک نونی رو حلالی رو به داخل خانه بیاره. بله. و از اون طرف هم اون نیازهایی که خانواده داره غافل شده به صورت ناخودآگاه. بله. خب پس این چی شده؟ باعث شده که بعدن خدای نکرده تا آسیب هایی رو به خانه بزنه. بله. اگه دقت نشه ما الان دیدیم که مثلا پدرانی بودن از صبح تا شب کار کردن، شب اومدن حتی موقعی اومدن که اولادای اونا خواب بودن، صبح هم که رفتن همونطور خواب بودن شب هم که آمدن خواب بودن. خب این فقط تنها چیزی که پدر خانواده داره فکر میکنه که همون معاشی که بیاره. بله. و زندگی خود تامین کنه. اصلا به این فکر نمیکنه که زندگی ما چیزهای دیگه هم احتیاج داره، ضروریات دیگه هم داره. ما باید هم صحبتشون با همسر و فرزندان خود و متوجهشون که اینا علاوه بر معاش ما و نیازهای مادی چه چیزهای دیگه نیاز دارن. بله. بعدن به روی از این لطمه خدا نکرده نباشه. خب پس انسان باید طوری نباشه که کار زیاد باعث بشه این روابط خانوادگی و صمیمیت خانوادگی و عواطف خانوادگی رو به هم بخوره. ما از اون طرف کار رو نفع نمی کنیم. گفتیم که کار بسیار مطلوب است و حتی در آموزهای اسلام سفارش شده. فرق زدایی مجبوره دیگم که کار داشته باشن که بتانن رفاهیات امکارن. ولی یک چیزی رو که میگیم که کار و تلاش رو بهتره برای بهتر شدن وضعیت زندگی باشه. نه ای که هدف فقط کار باشه. بگیم ما کار میکنیم و کار میکنیم. و انسان موفق هم کسی است که در کار خوب پشت کار داشته باشه، در عین حال به تمام جنبه های زندگی و امورات زندگی هم رسیدگی داشته باشه. جوری نباشه که همه چیز رو به روی کار بذاره دیگه از خانواده به کل غافل فراموش بشه، فراموش بده و این لطمه هایی میزنه به خانواده که بسیار لطمه های بزرگی ممکنه. بله. باشه و ساعت ها طولانی کار کردن و تلاش کردن مطمئنا برای انسان یک قفلتی رو میاره. حتی یک چیز دیگه هم میتونیم به اضافه کنیم که لطمه ای که به خود فرد میزنه، به شخصیت فرد، کسی که ساعت های طولانی کار کرده. بله. هیچ تفریح برای خود نداده، هیچ سرگرمی برای خود توجه نداده، فقط گفته من پول در بیارم کافی هست. درست. خب فقط به معاش اهمیت داده. خب این باعث میشه از لحاظ روحی آسیب ببینه.
درست. از لحاظ سلامت جسمی آسیب ببانه ببینه، چون انسان هموده که به کار و اینها به زندگی بله، نیاز به داره، نیاز به تفریح و اینها هم نیاز داره. پس شغل انسان باعث نباید بشه که به خود خود به خانواده خود خدایی نکرده انسان آسیبی بزنه و لطمه وارد کنه. بله. چون خستگی های روحی که انسان داره، خستگی هایی که مثلا به روح انسان میایه و به سلامت جنس بازم آسیب بله. میزنه. خب مطمئنه اینها به صورت ناخودآگاه به خانواده منتقل میشه بله. و خانواده متوجه میشن که همچین حال پدر باشه مادر باشه فرقی نمیکنه، والدین خسته مادری خانه داریم و هیچ امورات ما رو رسیدگی نمیکنه بله. فقط ممکنه هر چیز ضروری زندگی از برای این خانواده تهیه شده باشه، از لحاظ مادیات هر چی که مثلا نیاز داشته باشن تامین شده باشه، ولی اون چیزی که از لحاظ روحی عاطفی این خانواده به اون نیاز دارن متوجه نشده باشه پدر و خانواده یا مادر خانواده بله. و به اون نکته اصلی رسیدگی نکرده باشه و یک لطمه بعدها به زندگی اینها بله. بخوره و چه بسا به همون محل کار و همون شغل که دارم لطمه بخوره، چون قدر زیر فشار باشه، قدر تحت فشار و کار قرار بگیره که همون قسم که شما گفتین هم لحاظ جسمی هم لحاظ روحی ای تحت فشار و بسیار سختی ها و مشکلات است. خب کم کم بدن از اون خسته میشه، روح روان از اون خسته میشه و باعث میشه که تا در محل کار خودشون نتونه اونطور که باید موفق باشه نباشه و این چیزی است که دیگه کم کم میبینیم که مشکلات و سختی های زیادتری را باید متحمل شود، چه در محل کار چه در محل خانه. پس ما میگیم که فردی که میخواد از زندگی خود احساس رضایت کنه و احساس خوشایندی هم از به قول شما از کار خود داشته باشه و هم از زندگی خود داشته باشه، یک فرد متعادلی باشه، بین کار و خانواده خود هماهنگی ایجاد کنه. یعنی همونطور که بگه من به کار خود اهمیت میدم، به خانواده خود هم اهمیت قرار میدم، یک ساعتی رو در نظر میگیرم که با خانواده خود مثلا صحبت کنم، گفتگو کنم و نیازهای اینا رو بفهمم. دختر من الان علاوه بر پولی که من برای او تامین میکنم دیگه چیزی نیاز داره آه. یا اولاد پسر من الان علاوه بر او مثلا پولی یا وسایل موردی نیاز از او، از لحاظ روی عاطفی ممکنه نیاز به صحبت کردن داشته باشه و چه چیزهایی به اونها نیاز داشته باشه. حضور پدر در داخل خانواده و تربیت از او بسیار تأثیر پذیره. بسیار وقت هست که مثلا اولادا مادر درست است که نوع تربیت و خودشه، ولی خب چون همیشه همراه از او بوده زیاد به حساب چی نداره، کوشش میکنن ولی از پدر ترس دارن که مثلا وقتی که بگویم اون پدرت آمد باز بگه برش بگویم، اونو باعث میشه که کمک ترس داشته باشه و او به هر حال کارهایی رو که نباید انجام بتر انجام نمیده، ولی از مادر چون به هر حال صمیمی شدن همراه هم بودن همیشه و میفهمن که مادر دلسوزی داره شاید زیاد حساب نبرن. بس همون سرپرستی پدر هست بله. او به حدی که پدر باید خانواده داشته باشه مد نظر هست، به صد درصد مورد اهمیت هست. یک مطلب دیگه هم که باید ما توجه کنیم این است که یک پدر خانواده در مورد شغلش باید توجه کنه، یک نیازهای ضروری داره در خانواده، یک نیازهای غیر ضروری هست. نیازهای ضروری هم مثل همون خوراک و پوشاک و مسکن و اینایی که باید از طرف خانواده از طرف پدر خانواده تامین بشه. خب برای اینها به دست آوردنش اگه تلاش هم بکنه زیاد مثلا نیاز نیست تلاش کنه بله. و معاش بالایی نمیخواد، ولی متاسفانه الان چون پدرها وقت زیادی در سر کار میگذارن برای مایحتاج غیر ضروری است. مثلا یک تلویزیون متوسط دارن ولی ما یعنی یک تلویزیون با همون هم فیلمایی که مورد نظر بله. است میتونن ببینه، ولی میخوان بزرگتر کنن مثلا این تلویزیون. خب حتی ما چیزای غیر ضروری داره فراتر میره که این درگیری کار کردنه. حتی ما الان داریم به سمت سوی میریم که پدر خانواده دیگه نمیتونه باعث بشه که نیازهای او خانواده رو از لازم مادی تامین کنه، باید مادر خانواده وارد بشه. حتی فرزندان هم باید مثلا در مراحل بعد وارد شه. اینها همه به خاطر توقعات زیاد شده، از مسائل ضروری فراتر رفته به غیر ضروری، الان از غیر ضروری هم داره فراتر میره. ما حتی میتونیم به خاطر همچی
چشمی و مثلا چشم هم چشمی هایی یا به خاطر فخ فروشی مثلا یک مدل ممکنه یک مدل موتر داشته باشه بگه من به این موتر راضی نیست و باید یک موتری باشه که از فلان کس مثلا از فامیل ما کم نیاره و این خودی باعث میشه که انسان رو مجبور کنه کارهای سخت و دشوار انتخاب کنه و همه عامل بیرونی باعث میشه که به قانون خانواده صدمه بزنه. دقیقاً بله. خب پس میخوایم بحث همکارانه شروع کنیم باشه بعد از یک میان برنامه. باشه. همکاران ما میان برنامه را آماده نشر کردن که تقدیم شما عزیزان بیننده میکنن و شما هم همچنان بعد از او بیننده برنامه ما باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. یا صاحب الزمان، برایت از فرج خواندیم و این از روی عادت نیست. دعا کردن برای تو مگر اصل روایت نیست؟ تویی که انتظارت افضل الاعمال آدم هاست، بدون انتظار تو عبادت ها عبادت نیست. برای ظالمان و کافران و ثروت اندوزان مگر ای حجت حق بودنت اتمام حجت نیست. صلاحی نیست غیر از عشق در دستان ما، اما نمیدانم چرا در این دعاها استجابت نیست. گناهان قدر ما را در سیاهی ها فرو برده است که حسی در وجود ما بجز حس خجالت نیست. سپیدی های مویم بارها خاطر نشان کردند که وقتی موسم دیدار می آید که فرصت نیست. خدای مهربان هم در فرج تأجیل خواهد کرد، به شرطی که ببیند در دل ما سوء نیت نیست. آقا، ای که دیدار تو رؤیای شب تار من است، ای که دیدار تو رؤیای شب تار من است، یک نگاه تو طبیب دل بیمار من است. گر به دادم نرسی می روم از دست، بیا نامت آرامش این قلب گرفتار من است. همه جا بخشش و احسان و کرم کار تو است، کاسلیسی در خانه تو کار من است. دانم ای دوست که بی ارزشم و بی قیمت، ولی آخر چه کسی جز تو خریدار من است. بگذری گر شبی از گوشه سجاده من، بنگری آه جگر سوز فقط یار من است. ای که دیدار تو رؤیای شب تار من است، یک نگاه تو طبیب دل بیمار من است. کاش آید سحری که تو لیاقت بدهی بعد یک عمر دیگر نوبت دیدار من است. ای عزیز همه عالم، تو خودت میدانی کولباری ز گنه تحفه بازار من است. پسر فاطمه، پسر فاطمه، ما سائل درگاه توییم. پسر فاطمه، ما سائل درگاه توییم. کرمی کن که گدایان سر راه توییم. گر به دادم نرسی می روم از دست، بیا نامت آرامش این قلب گرفتار من است. ای که دیدار تو رؤیای شب تار من است، یک نگاه تو طبیب
دل بیمار من است. یا صاحب الزمان. بله، خوش آمدید میگم به شما هم وطنهای خوب و هر کسی که بیننده برنامه هست، برنامه روشناس که تقدیم شما عزیزان میشه. اما بله، قبل از اینکه ما میان برنامه رو ببینیم، در رابطه با همکاران صحبت نکردیم، حالا میخوایم صحبت کنیم و در رابطه با شغل صحبت کردیم و اینکه پدر خانواده یا مادر خانواده به حال به حرفه و شغل مشغول هست و کوشش میکنن که در اون شغل به حد باشه که بتونه معاش خانواده را تأمین کنه و علاوه اقتصادی خانواده دچار مشکل نشده باشه و فقط فقر اقتصادی و مشکل اقتصادی را در نظر نگیره، بلکه احساسات روحی و روانی خانواده را هم باید در نظر بگیره. با یک برنامه ریزی دقیق شما پدرهای عزیز میتونین محیط جمع خانواده خودتان را هم یک محیط آرام و یک محیط پر از مهر و محبت بسازین. بله، حالا میخوایم در رابطه با همکاران با شما عزیزان صحبت کنیم، ای که همکاران ما چقدر میتونن در نظام خانواده ما دخالت داشته باشن. خانم حسن‌زاده، چقدر میتونن مؤثر باشن همکاران ما در خانواده؟ ما گفتیم که نقش شغل رو که بیان کردیم، ولی بحث همکاران در زندگی خانواده باز هم مانند شغل تاثیرگذار هست. انسان باید این رو در نظر بگیره که همکارانی که داره باشون کار میکنه در محیط‌های مختلف یک فرد مشغول به کار هست، باید این رو در نظر بگیره. همه افراد با فرهنگ‌های مختلف هستند، با قومیت‌های مختلف هستند، حتی با طرز اخلاق مختلف هستند، همه یک نوع اخلاق ندارن، خانواده های متفاوت بزرگ شدن. این رو باید انسان همش در نظر بگیره، چون او همکاری که باش کار میکنه هم میخواد در سر او کار خود جایی که میخواد کار کنه موفق باشه، هم ای که او اعصاب خرابی خدای نکرده به خانه منتقل نکنه. چون انسان وقتی که بیرون از خانه کار میکنه، بله، مطمئناً به گاهی اوقات سختی کار باعث، بله، میشه که روی انسان فشار بیاد. یا نوع برخورد همکاران فشار بیاد، مثلا مرد خانواده شب برمیگرده خانواده به خانه، اینجا باعث میشه که او تاثیرات اگه مثبت بوده چی منفی بوده ناخودآگاه به روی خانواده، بله، هم تاثیر بگذاره. ما اینجا میتونیم یک داخل پرانتز بگیم که خانواده های محترم هم حتما توجه کنن، بله، یک کسی که داره خارج از خانه کار میکنه، چی مادر باشه چی فرزند باشه، این خیلی زحمت داره میکشه، در شرایط مختلف با هم که افراد مختلف برخورد میکنه، ممکن است کارهای بسیار دشوار هم باشه، بله، باید اینجا خود خانواده هم یک همکاری بکنن. درسته. خدای نکرده فشار جوری نباشه که فشار کار بیرون سواز باشه، فشار کار خانواده هم یا به خاطر کمبوده درآمد یا به خاطر مثلا بعضی از اخلاق ها باعث نشه که فشار بیاره خانواده بر روی ازی، چون باعث میشه که آسیب های بیشتر خود خانواده ببینه، بله بله، کانون خانواده رو ببینه. پس همکاران در همه مثلا شخصیت انسان به صورت کلی ما گفتیم تاثیرگذار هستن، یا حتی میتونیم بگیم به روی سخن گفتن انسان، طرز سخن گفتن. شما مثلا شاید دیده باشین افرادی هستن که به محیط های کار میکنن، با یک لحن و با یک چیزی صحبت میکنن، بله، ناخودآگاه به حد ممکنه داخل خانه چند تا از کلام های اینا رو استفاده کنه و رفتار او همکار به روی انسان تاثیر گذاره. یعنی همکاران نقش همو همنشینه داره دیگه به صورت اصلا، چون بالاخره انسان حتی ممکنه تاثیرپذیره، حتی ممکنه چند ساعت با یه همکار، حداقل تا 8-9 ساعت کسی که میره بیرون از خانه کار میکنه با یه همکار یک عمر دیگه همراهی از او هست دیگه، در ارتباط هست. پس این شیوه های ارتباطی کلامی او رفتاری او در انسان خیلی تاثیرگذار است. اول اینکه انسان به صورت کلی میتونیم بگیم او شیوه هایی که خوب و مطلوب است از او یاد بگیره، بسیار خوب است، ولی شیوه هایی که میفهمه منفیه به روی خانواده از او اثر منفی، بله، میگذاره، سعی کنه به داخل کانون خانه از دروازه خانه به خانه رفت دیگه اونها رو همراه خودش نبره و بله، به اونها عادت نکنه. چون بعضی از کسا هستن بیرون از خانه با یک همکارانی مثلا معاشرت دارن، رفت آمد دارن، بعدن وقتی به خانه میرن تمام حرکات اونها میبرن، یه اولادای از اونها هم یاد میگیره متاسفانه، بله بله، و خودی باعث میشه که یک اثرات منفی به خانواده بزنه. این از عوامل بیرونی است در که تاثیرگذار هست. حتی انسان باید دقت کنه که ما با همکاری که دارم
مثلا بیرون از خانواده دارم کار میکنم، میزان اعتقادات از این، بس سطح تحصیلات از این، به چه قسمه که من دارم، مثلا آیا میتونم از این تاثیر مثبت بپذیرم یا تاثیر منفی. بعضی از مثلا ما هستیم خارج از خانه کار میکنن، وقتی که اصلا از بی نکات دقت ندارن، مثلا صورت عادی میرن صبح سر کار، خود مثلا بعد از ظهر میایم به خونه، خود اصلا هیچ دقت نمیکنن. ولی ما میخوایم بگیم نه، اگه میخواین خانواده موفق داشته باشه باید به این نکته ها حتما توجه کنی که با چه سطح مثلا همکاری در بخ... میخواین رفت آمد کنی و چه نکات. این بحث دوست یک مقدار فرق داره. بحث دوست و همکار ما میخوایم یک فرقی بگیم. بحث دوست رو جلسه قبل گفتیم. دوست یک فردی که انسان با او همدلی داره، هم صمیمیت داره، معاشرت رفت آمد داره، گاهی میبینه او را دیگه، گاه گاهی... که همیشه مثلا در کنار روزو هر روز مثلا باشه، اصلا یعنی مثلا به تماس میگیره، مثلا صحبت میکنه، درد دل میکنه، حتی دوستهایی که مثلا چند سال قبل باشه. ولی همکار یک مقدار بحثی جداتر هست. به قول شما هر روز او رو میبینه، هر روز با او ساعتی رو در تعامله، پس باید یک حد و مرز بیشتری بین از ب... ما بین دوست گفتیم همه اسرار رو بره نگه، یک حد و مرزی باشه که تا به خانواده آسیب نزنه. ولی اینج میگه با حد و مرزی باید خیلی بیشتر از دوست باشه، یعنی هر مسئله خانوادگی خود داخل سر کار مطرح نکنه، چون همه باعث شده آسیب‌هایی رو بزنه. حتی یک مطلب دیگه که میتونیم بگیم، بحث‌های عاطفی شدید ما گفتیم بین دوست باید کمتر باشه، درسته. که بعداً اون دوست جدا شد و اینها باید به روی انسان لطمه نزنه، ولی میگیم اینجا بسیار باید کمتر باشه. یعنی بحث عاطفی اصلا نباید باشه. ما بعضیا داریم که میگن هر چه صمیمیت همدلی میان کار بیشتر باشه، خلاقیت و کیفیت کار و اینها میره بالا. ما نمایم این مطالب را رد کنیم، بله درست است، ولی این بر در خود چارچوبی داره. از اون چارچوب باید فراتر نره، قسمه نباشه که به خانواده ها صدمه بخوره. اصلا مثلا دو تا همکار هستن، نسبت به خانه های خود و نسبت به اولادای خود و رفتارهایی که در داخل خانه هستن میان به یکی دیگه تعریف میکنن و حتی مشاوره میگیرن. احسن. مثلا میگه که من تو یک رفتار دارم، اون میگه تو قسمی نباید بکنی، باید مثلا قسمی باشی، من تو راستم این طور مثلا رفتار دارم، من قسم اخلاق دارم، تو اگر مثلا اگر محبت کنی این طور میشی، یا که یک گپای شاید گفته شوه که کاملا نظام خانواده از هم بپاشه. بله. حتی ما داشتیم خانواده هایی بوده که همین حد و مرزهایی رو رعایت نکرده، او حفظ کانون خانواده از بین رفته، باعث شده اونها او خانواده خانواده سابق نباشه. یا حتی بین همکاران ما داریم سرگرمی های مثلا بعض وقتا کار میکنن، میگن فلان ساعت با هم بریم بیرون تفریح و بیرون و این تفریح ها و بیرون رفتن ها طوری نباشه که به کانون خانواده آسیب بزنه. یعنی یال در هفته یک بار باشه، موردی نداره دوباره. ولی بعضی وقتا هستن که هر شب وقتی که به جایی که به خانه برگردن با همکار خود به در فضای خارج از خانه به تفریح و سرگرمی خود، متاسفانه این خانواده آسیب میبینه. بله. اولادها همسر میگن که هر شب علاوه وقتی که میره به سر کار دیگه شبم با دوستا و همکارا خود بیرون از خانه است. خب این باعث میشه لطمه بخوره خود خانواده، کانون خانواده در خطر و آسیب میبینه. پس اولین موردی که ما دو گفتیم اینه که حد و مرز صمیمیت و همدلی بین همکار باید چارچوبی داشته باشه، درست. به صورت بیرویه نباشه. چون همکار باعث میشه که هر روز با او در ارتباطیم، بعضی از مسائل رو که بدانه به هویت فردی ما هم آسیب بخوره. مثلا به چه شکل؟ بعضی از مسائل در خانه بوده که لازم نیست همکار بدانه، ولی این همکار ما این مسئله رو دونست. بله. از در خود ما شنید و اینها ای رو دونست و باعث میشه که من فردا مثلا مثلا سر کار دیر بیام یا کار خود درست انجام ندم، درست. و ای از همون دید می نگاه میکنه که این مشکل داره داخل خانواده. بله. خود و این ممکن از اون مشکل نباشه، درسته. باعث میشه که به هویت فردی خود ما آسیب بزنه. یک مطلب دیگه که باید مد نظر بگیریم نوع برخورد با همکاره.
این رو باید انسان خانم حسن‌زاده 5 دقیقه فرصت باش داریم. انشالله دیم نوع برخورد با هم کرد. یک بعض وقتا همکارا همه هم جنس نیستن. مثلا ممکنه یکی آقا باشه یکی خانم باشه. اینجا باید محتاطانه تر عمل کنی. بسیار محتاط. موضوع محرم نامحرم به وجود میاد. محرم نامحرم هست. این از عوامل بیرونیه که بیشتر خانواده رو تحت تاثیر قرار میده. ما اینجا فقط به داستان حضرت موسی اشاره میکنیم و دختران حضرت شعیب که سوره قصص آیه 23 در قرآن کریم به این مورد اشاره کردن. زمانی که حضرت موسی میگن وارد شهر شد، دید سر چاه آب اومده بود، دید که افرادی آمدن برای دامهای خودشان آب بردارن. بله. این داستان در آیه 23 سوره قصص آمده. گروهی مردم رو دید که دارن برای دامهای خودشون آب میدن. هر کی دامهای خودش آب میده، ولی در او یک گوشه دید که یک دو تا دختر واستادن. بله. و از اونها پرسید چرا شما اینجا ایستادین؟ گفت که ما میخوایم منتظریم که این آقایون به دامهاشون آب بدن، گوسفندان خود آب بدن برن. آه. و ما بریم گوسفندان خود آب بدیم، که حضرت موسی بعدش خودشون میاین و گوسفندان رو آب میدن. و یک نکته دیگری دختران اشاره میکنن، ما یعنی کسی رو نداریم و پدر ما هم فردی سن بالا هست، سال خورده یه نمیتونه بیاد گوسفندا رو آب بده، مجبور شدیم ما بیایم. این نکته رو میخواد بگه، وارد شدن در صحنه فعالیت های اجتماعی برای خانم هیچ ایرادی نداره. بله. بلکه باید اول حریم ها رو نگه داره. درست. گفت اول آقایون مثلا آمده بودن گوسفندان خود رو آب بدن، ما منتظریم که اونها برن بعدش ما بریم. درست. یعنی با هم مخلوط مثلا نباشه، یه حد و مرزی باید داشته باشه و حیا و عفت اینجا مد نظر. بله. هست. دومی متوجه شد که ما اگه آمدیم مجبور شدیم بیایم، چون چوپانی یک شغلی است که مخصوص آقایون است. بله بله. اگه ما مجبور شدیم بیایم به خاطر که پدر ما سال خورده است. از طرفی ما دامهایی داریم که تامین معاش میکنم. و حضرت موسی وقتی که اینها رو آب میدن و دخترها برمیگردن و داستان رو به پدرشون تعریف میکنن و میگن که برگرده که اون فرد رو فرد امین میخوانن بیایه. اینجا هم یک مطلب دیگه ما میخوایم بگیم، خانواده ها حتما باید در جریان باشن. ما همکارانی که داریم، مثلا دختر خانم در بیرون کار میکنه. بله. همکارانی داره، باید در جریان بذاره خانواده خود. جوری نباشه که بگه که الان مثلا من ارتباط دارم، مثلا حرف میزنم، نوع برخوردم خانواده ما نفهمیدن زیاد مهم نیست. اینجا باید خانواده متوجه بشن، همونطور که دختران اومدن به حضرت شعیب گفتن یک فردی گوسفندان ما رو آب داد. درسته. و با ما کمک کرد. بعدش هم حضرت شعیب میفرسته دنبال حضرت موسی علیه السلام که اونها رو بیارن. و وقتی که حضرت موسی در وقت متوجه میشه که یک دختری از یکی از اون دخترها میاد، میگه پدرم شما رو خواند. یعنی بله. به خاطر پدرم که شما رو خواند بیاین. اینا همه نکاتی هست که حیا و عفت رو میرسونه. و از همه مهمتر این که ما داریم که وقتی اومده که در روایات وقتی که بر میگرده حضرت موسی به سمت خانه حضرت شعیب، میگه اول من میرم، حضرت موسی میفرماین اول من میرم بعدش شما پشت سر ما بیاین. نه که مبادایی که خدای نکرده این دختر جلو بیاد و نگاهی مثلا هوس آلود خدای نکرده باشه. این نکته ای است که باید حد و مرزها رو رعایت کنی. و تمام این قصه داستان های قرآنی برای ما یک نکته هایی رو بیان میکنه. حد نحوه برخورد با همکار، با کسی که میخواین کار کنی، چه حد و مرزهایی رعایت کنیم. و خصوصا وقتی که بحث بهرم و نامحرم پیش آمد. اینجا دیگه کار و شغل باعث نمیشه که از اینها چشم پوشی کنیم. اینها خودی از مواردی است که انسان باید به اونها دقیقاً توجه کنه. این حد و مرزهایی که مثلا دختران شعیب، حضرت شعیب ایجاد کردن، خود از اینها یک نوع حیا، آموزش دادن یک نوع حیا و عفت است برای خانم های عزیز، برای دختران عزیز ما که کار میکنن و در جامعه شاغل هستن. اصلا. و از اون طرف هم برای آقایون، حضرت موسی وقتی که به عنوان امین نامیده شد، وقتی نزد حضرت شعیب رفت که مزد رو بگیره، بهشون اونا رو استخدام کردن، چون حضرت موسی در شهر اومده بودن فرد غریبی بودن. بله. وقتی داستان خوب حضرت شعیب تعریف کردن، باعث شد این رو استخدام کنن و در آخر هم باعث شد یکی از دختران خودشون رو به عقد حضرت موسی دادن. اینا همه نکاتی است که همه چیز رو در چارچوب اسلام و در چارچوب مثلا دین باشه، خود خدا هم به انسان کمک هایی و از درصد. بله بسیار عالی. بسیار خوب دیگه، اگر صحبت باقی نیست که خدافیزی کنیم، ولی اگر هست صحبت هایی هنوز هم که به صورت خلاصه و
مقدمه‌ای که برای برحال صحبت هایی که دارین داشته باشه. من همین رو میخواستم نکته رو ذکر کنم که به در بین همکاران وقتی که انسان به این نکته رو توجه کنه که همونطور که در این داستان چند تا نکته رو برداشت کردیم، اینه که زن و مردی که با هم کار میکنن در یک مکان، اول اینکه ما گفتیم که باید حد و مرزها رو رعایت کنن، تا جایی که ممکنه شغلهایی رو انتخاب نکنن که به روحیه اونها آسیب برسانه. چون بعضی از شغلها رو خانما انتخاب میکنن با روحیه لطافت او خانم اصلا سازگار نیست، ولی اگه مجبور بودم انتخاب کنه، مثل دختران حضرت شعیب که چوپانی رو انتخاب کرده بودن به خاطر سالخوردگی پدرشون و مجبور بودن یک شغلهایی رو انتخاب میکنن، حد و مرزها رو رعایت بکنن، بحث محرم نامحرم رو رعایت کنن. بحث ما داریم در همین داستان اگه دقت کنه، اولشون میگن در بر سر چاه شهر مدین، یعنی جای خلوت نبود، یعنی جای عمومی بود که درسته. دختران شایب اومده بودن بحث گوسفندان خودشون رو آب بدن. اینا همه نکاتی هست که از این آیه ما برداشت میکنیم که انشالله بتونیم در زندگی همون اونها رو استفاده کنیم درسته. و بتونیم خانواده موفقی رو داشته باشیم. چون اینها همه نکاتی هست که روی خانواده ها تاثیر گذارد. ما شاید دیده باشیم خانواده های مثلا آسیب دیدن حتی از همین بحث محرم و نامحرم در محیط کار خودشون. بله. متاسفانه بودن خانواده هایی که آسیب هایی رو دیدن. به هر حال هدف برنامه روشنا همیست که ما خانواده های سالم، خانواده هایی که در او همیشه پیشرفت و موفقیت وجود داره، هدف برنامه روشنا همیشه همی بودم و آرزو میکنیم که همه قسم ایجاد شوه و همه قسم باشه خانواده هایی که بیننده برنامه روشنا هستن، همه خانواده های پر از صفا و صمیمیت باشن، پر از موفقیت و پیشرفت باشن. و یک نکته دیگه که شما در بین صحبت هایتان در قسمت اوایل برنامه گفتین که بسیار میتونه مهم باشه، این موضوع بود که گفتین که مشاغل بسیار میتونه که تأثیر گذار باشه، ولی خب ما داریم بسیار از شغل هایی که سنگین هست برای پدران خانواده و شغل هایی هستن که سخت هستن و مجبور هستن که اونا با این شغل ها تامین معاش کنن خودشانه، ولی وقتی که به خانواده رجوع میکنن امکان داره که اون سختی و مشکلات کار بروی از اونا تأثیر بانن و تأثیرات او را روی خانواده ببینن. یعنی قسمه باشه که با خانواده خود نتانن که با آرامش صحبت کنن یا در آرامش مثلا با اونها رفتار کنن، امکان داره یک کمه که برحال فشارات روحی که از کار بر اونها وارد شده قسمه باشه که مثلا کمه که با اونها شاید ناراحتی کنه یا گاهی وقتا اعصاب خرابی ایجاد کنه، ولی خانواده هست که باید بیایه پوشش بده بفهمه که پدر خانواده بله پدر خانواده یا مرد ما مثلا به هر حال این یک کار سخت داره که علاوه بر جسمی بسیار روی از او فشار است، پس بیا ما کار کنیم که این فشار جسمی از او را ما کم کنیم. اتو نباشه که توقع داشته باشن که حالا پدر ما یا مرد ما یا همسر ما حالا میایه دیگه، حالا هر چی که هست، هر چی که سختی و مشکل داره و ما چی دیگه سختی و مشکلات خود گوشه بانه و به خوبی و با آرامش به داخل خانواده. اینطور نباشه، هم پدر خانواده باید درک کنه این مسائل را و هم داخل خانواده باید درک کنن پدر و همسر خودشان را. بسیار عالی، تشکر میکنیم از صحبت های شما. امیدوار هستیم که عزیزان بیننده ما اما قسم که برنامه روشنا هدفش این هست که بهترین باشن، ما هم بهترین ها را برای یک یک شما خانواده های عزیز آرزو داریم. خانم استاد تشکر، از روی شما خدافظی میکنیم. خدا نگهدارتون. به امید ما بله، امیدوار هستیم که بهترین لحظات برای یک یک شما عزیزان همیشه و همیشه جاری باشه در زندگی های شما. و اما در آخرین لحظات برنامه روشنا هستیم، در روزهای آینده همچنان میرنده برنامه خودتان باشین. از حضور شما خدافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدار همه شما. صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله.